تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد خرم‌آباد. اعتراض‌های مختلف در کرمانشاه، نجف‌آباد، قم و تکاب. درگیری مردم با ماموران سرکوبگر در لردگان. به آتش کشیدن انتشارات هموطنان بختیاری توسط مزدوران بسیجی در شهر کرد. دانشجویان دانشگاه آزاد خرم‌آباد روز دوشنبه 5 اسفند ماه جاری در مقابل سالن غذاخوری این دانشگاه تجمع کردند و نسبت به وضعیت نابسامان خدماتی اعتراض کردند. اوضاع شهرستان لردگان روز دوشنبه 5 اسفند به دلیل قتل یک پسر بچه 13 ساله توسط ماموران جنایتکار نیروی انتظامی ملتهب بود. ماموران برای دستگیری جوانی وارد خانه‌ای در شهر لردگان می‌شوند. صاحبخانه برای جلوگیری از بازداشت پسرش با ماموران درگیر می‌شود. در همین حین یکی از ماموران فرزند 13 ساله این خانواده را به ضرب گلوله به قتل می‌رساند. بلافاصله همسایگان وارد شده و ماموران نیروی انتظامی از ترس پا به فرار می‌گذارند. هم‌اکنون در شهر حالتی فوق‌العاده حاکم است. کارگران شهرداری کرمانشاه روز دوشنبه 5 اسفند در مقابل شهرداری مرکزی در میدان قدیر تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. کارگران راهسازی قم که در خیابان پیامبر اعظم مشغول به کار هستند روز دوشنبه 5 اسفند به دلیل پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. کارکنان با سابقه پتروشیمی اصفهان در مقابل وزارت نفت تجمعی در اعتراض به بلا تکلیفی شغلی برگزار کردند. صیادان تالاب شادگان روز یکشنبه 4 اسفند با ماموران نیروی امنیتی که مانع کار صیادان می شدند درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. مزدوران بسیجی ساعت 19 روز دوشنبه 5 اسفند ماه دفتر انتشارات هموطنان بختیاری در خیابان طالقانی شهر کرد را به آتش کشیدند. به گفته مردم این یورش بسیجی های جنایت پیشه به انتقام خیزش گسترده هموطنان بختیاری علیه حکومت آخوندی صورت گرفته است. وضعیت جسمی زندانی سیاسی اسدالله هادی رو به وخامت گذاشته است. با وجود هشدار پزشکان که وی با خطر جدی سکته مواجه است، دشقیمان بعد از ساعتها تعلل او را به بیمارستان قلب تهران منتقل کردند. زندانی سیاسی اسدالله هادی به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم به زندان شده است. وی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از بازماندگان و شاهدان قتل عام سال 67 است.